دکتر منوچهر هزارخانی، اجلاس شورای ملی مقاومت 1399. سلام میکنم به مریم و به بقیه رفقایی که در آلبانی گوش میکنن. به خود شما این حرف رو دارم بزنم که به عقیده من دارید مأموریت بسیار خطرناکی رو شما انجام میدید. من تصور میکنم که اغراق نیست اگه بگم یه عملیات انتحاریه، برای اینکه میزان نفرت رژیم رو از کل مقاومت به خصوص از شما میدونیم. با همه اینا اگه عملیاتیست لازم حتما انجام بدید، این سفارشه و به قول شما اگر هم لازمه دعا بکنیم ما لامصبا که خداوند شما رو حفظ بکنه، اونم بگی که دعا بکنیم. البته خدا به حرف ما گوش نمیده، ولی خب ما کار خودمون رو میکنیم. این که با خود شما بزنم، با بقیه دوستانم خسته نباشید و عرضم به حضورشون که ادامه بدید تا آخر. این حرفایی که با خود شما داشتم و با دوستانی که اونجا هستن و لابد نقش بسیار مهمی داره، عرض کردم که به نظر من عملیاتش عملیات انتحاریه، این کاری که داره الان میکنه، چون جنبش مقاومت الان اون در رأسشه و جنبش مقاومت رو به اسم مریم رجوی میشناسن، اون به اصطلاح منشور ده ماده ایش که الان خلاصه شده یا فشرده شده و در چند ماده بیان میشه، درست همون ماده هایی که دیگران منتظرن ببینن چی میگه. چیز فقط شعار نمیده، سیاستش چیه، چی کار میخواد بکنه، اینا در این خلاصه شده. مریم الان در دست قرار داره، جنبش مقاومت رو به اسم او میشناسن و واقعا آرزو میکنم که موفق باشه، واقعا آرزو میکنم که موفق بشم. واسه اینکه چه بهتر از این که یک پروسه 40 ساله طی شده حالا داره به نتیجه میرسه. البته خود رهبران مقاومت بارها تذکر دادن، گفتن، قید کردن و برای کسایی که خوب حالیشون نمیشه حالیشون کرده که ما برای گرفتن قدرت قیام نکردیم و قصدمون فقط گرفتن قدرت نیست. من گمان میکنم که این مسئله در خارج کشور اصلا فهمیده نمیشه، اصلا فهمیده نمیشه. در داخل کشور به مناسبت زندگی که اونا داشتن و کردن و این 40 سال رو گذاروندن و اینا خوب فهمیده میشه، به اصطلاح روزنامه هایی که خونده میشه در چیز در ایران، میبینم که خود مجلسی ها هم به این نکته رسیدن که اگه دیر به جنبیم همه ما سوار یک کشتی هستیم. من امید فراوان دارم به اینکه من که اونا غرق بشن، ولی اونا خودشون دارن نهایت کوشش میکنن درست اینکه حفظ بشن. 40 سال پیش تو شورا رو تشکیل دادیم، در طی این مدت البته جزر و مطرهای بسیاری داشتیم،
جزر مزرعه بسیاری داشتیم. شورا اکیپ مقاومت آخرین گروهی بود که به تبعید اومد. پیش از اون تمام کسای دیگه هم که یا ناراضی بودن از جمهوری اسلامی امام امت یا میترسیدن از عواقبش اومده بودن. یعنی من منظورم آدم های سیاسیه. ما آخرین نفرهایی بودیم که اومدیم. ما 40 سال مقاومت کردیم. سخته. نقش مسئول شورا خیلی مهم بود در این وسط. هم خوشفکره، هم معتقده به کاری که میکنه و هم شهامت ریسک کردن رو داره. چندین بار در طول این 40 سال ما اینا امتحان کردیم دیگه. امتحان کردیم. خیلی طبیعیه که آدمایی که جمع میشن یه جا و از افقهای مختلف فکری و سیاسی و فرهنگی میان، خب با خوب بتونن با خودشون که تفاهمی ایجاد بکنن. خیلی سخته، خیلی سخته. به همین دلیل هم ما خیلی رفت آمد داشتیم. میومدن و میرفتن و میومدن و میرفتن اینا. ولی خب نقش اون مسئول شورا این بود که توازن این چیز رو نگه داره و در این زمینه موفق بود. یعنی از این جهش حالا داریم میبینیم بعد از 40 سال موفق. الان که نگاه میکنید توی صحنه داخلی ایران فقط یه سازمان مونده، سازمان مجاهدین خلق، و یه انقلابه که اونم تو راهه، اونم هم داره میاد. نکته خیلی مهمی که هست این وسط، حالا من باز برمیگردم به چیز، به مسئول شورا. اون پرونده شورای ملی مقاومت رو در خارج کشور، اونجایی که ما چیز هستیم، به طور کلی انگار که داره با مردم داخل حرف میزنه باز کرد. تفسیر خودش رو از پیام فرستاده خدا، به فرستاده خدا عقیده داشتن، ولی پیام خودش رو ترجمه کرد و گذاشت جلوی پیامی که خمینی داشت از رسول فرستاده خدا. این کار مهمی بود، خیلی کار مهمی بود. حالا قمرزدایی البته بی زحمت هم نبوده، تحمل چیزش هم آسون نبوده، تحمل نتایجش یا پیامتر، ولی کرد این کار رو و این کار بسیار مهمی بود به نظر من. جنبش مقاومت رو تبدیل کرد به یه مقاومت آرمانگرا که به لحاظ سیاسی میدونه چی میخواد و میدونه چی کار میخواد بکنه. خیلی مهمه این امر، خیلی مهمه. من فکر میکنم که اگه در خارج کشور دولت ها، محافل، کشورهای مختلف یا چیزا این پا اون پا میکردن، واسه اینه که یقین بکنن که روی شانس برنده دارن بازی میکنن. هنوز هم من فکر میکنم که سختشونه که باور کردن، سختشونه. منطقه الان دیگه انقدر جا افتاده هست و انقدر هیچ دیگه نیست تو میدون که دیگه مجبورن دیگه.
میشه اینجوری حساب کرد که خب حالا ما مجبوریم با اینها کنار بیاییم. آره.